شما چه مدتی به فرزندتون شیر دادید؟ من 2 سالو دادم شیر. آخه چرا؟ کی به شما آخه؟ نمیدونم. همه کارا خب 2 سال دادن تثبیت دهانی اورال فیکسیشن به وجود میاره. بعد به دنبالش هم تو خونه مونده، معلومه بین 3 تا 4 سالگیش مسئله در حقیقت مرحله تمایل جنسیش به نوعی لمس کردن آلت تناسلیش مرتبط شده. بعد با اومدن خواهرش کاملا دچار عدم امنیت و استراب شده و بعد بچه امنیت و استرابش رو چه به خاطر تثبیت دهانی که داشته، چه ای بسا به خاطر بعدن موارد بعدی تثبیت مقعدی، یعنی چه اورال فیکسیشن چه اینال فیکسیشن، تبدیل میکنه به مسائل و مشکلاتی که الان دارید میگید و با یه استرام و یه احساس خجالتی همراه. همونطور که در گفتگو با شنونده عزیز قبلی هم عرض کردم، چون یه اصولی در کار پرورش و تعلیم تربیتش رعایت نشده، شما رو رسونده به اینجا. یعنی فرزند شما پسری است که ای بس و یه نوع استراب فراگیر داره، یعنی generalized anxiety، که این حالا در زمانهای مختلف شکل و فرم خودشو پیدا میکنه. بچه ها از 7 سالگی 2-3 تا چیز رو متوجه میشن. یکی این که مسئله احتیاج و نیاز رو، که اگر این احتیاجات برآورده نشه ما مثلا میمیریم، غذا نباشه ما میمیریم. دوم، بچه ها تو این سن و سال بزرگترین نگرانیشون، ترسشون، حتی استراب یا حتی وحشتشون جدایی پدر و مادر، مرگ پدر و مادره. علتش اینه که عقلی که در اونجا ظاهر میشه بهشون احتمالات مختلف رو میده و احتمالات هنوز وزن ندارن، یعنی یه احتمال 1% با یه احتمال 90% مساویه. نتیجتا فکر میکنه که پدر و مادر یا جدا میشن یا میمیرند. بنابراین وقتی شما بین 8 تا 11 سالگی با بچه ها روبرو میشید، به همینجاست که برخی از وقت بچه ها راه گریز رو در این میرن که بگن اینا پدر مادر من نیستند، یعنی من این پدر مادر من یکی دیگه هست، یه جور دیگه من تو این خونه آمدم. به همینجاست که پرسش های تو این زمینه میکنن و بعد به همینجاست که بدترین سن جدایی و طلاق بین 8 تا 12 سالگی است، برای که بچه مسئله رو همچنان برمیگردونه به کودکیش که با نبودن عدم و نابودی و نیستی به وجود میاد. بنابراین فرزند شما استراب رو داره. 8 تا 11 سالگی هم درست سن نیست که او وارد مرحله ای میشه که نگران جدایی شما. حالا این جدایی چگونه اتفاق میفته؟ مثلا که عادی شنیده، اگر یک کسی خیانت کنه، پس بنابراین الان پدر من داره میره بیرون، یک میتونه خیانت کنه پس اینا جدا میشن، دو میتونه براش اتفاقی بیفته. بنابراین اگر پدرش بیاد بگه من دیگه نمیرم محیط ورزشی، آروم میگیره، برای که حداقل میبینه هر دو چیز رو مانع شده، هم جدایی رو هم مرگ رو. و بعد این احساسی که او داره و بعدم این که در اون حالات، ببینید عزیز، 8 تا چیز توی 2-3 ماه آخر تو مغز کودک یه جوری هم رشد بسیار میکنه هم به هم آمیخته میشه. یکی مسئله مرگ و زندگی، life and death، یکی مسئله pleasure and pain، لذت و درد، یکی مسئله امنیت و آرامش، security and calmness، و یکی مسئله تمایل جنسی و تولید مثل. این 8 تا تو هم گره میخورن. بنابراین وقتی کار پرورش و تربیتی ما درست نیست با هم مخلوط میشن. بنابراین اینکه فرزند شما شستشو میخوره، ناخونشو میخوره یا مشکلاتی از این قبیل هست، اون اورال فیکسیشن هست. و اینکه فرزند شما بین 1-3 سالگی که متوجه حالت تناسلش میشه برای آرام کردن خودش استفاده کنه، الانم برای همونه. بنابراین یک، در شرایطی که میخواد امنیت و آرامش برای خودش به وجود بیاره، مثل تماشای فیلم کار میکنه. دو، وقتی میره توی اون منطقه ذهنی که روی دستگاه خودکار و اتوماتیک مغزه، دستگاه خودکار و اتوماتیک نیاز کودک رو که مثلا فرض کنید به خوردن، به لمس کردن خودشه، به رسوندن خودش به امنیت و آرامش خوردن ناخوناش اتفاق میفته، حتما شما احتیاج دارید که با یک روانشناس خوب کار کنه. شاید شاید برای استرابی که کمی از حد خارج شده، شاید یا آرام بخش موقتی 3 ماه 6 ماه بهش برن که نه تأثیر جنبی و جانبی داره نه خطری داره. بنابراین مغز فرزند شما بیش از حد در حقیقت برانگیخته میشه با یه خبر کوچک. مثل که شما فکر کنید دفعه $5 گم شده، فکر کنید که $500 یا $5000 گم شده، یعنی موضوع رو بیش از اندازه بزرگ میکنه. کاری هم به کارش نداشته باشید،
ما آدم ها رو انسان میبینیم، اصلا اونا رو نگران نباش و کوشش کن این پیام بهش بده، ولی سرزنشش نکنی به خاطر فکرهایی که میکنه، چون اون فکر میکنه شما متوجه نیستی و بخصوصا وقتی هم که بچه کمی باهوش باشه اینا رو بیشتر در ذهن خودش روش بده. ولی آقای روانشناسی هم کار بکنید، برای یه چند جلسه کمک کنید، نه به عنوانی که تو مسئله و مشکل داری بیا سر این موضوع میخوای بری باش حرف بزنی، منم با تو میام و بذارید بیشتر اون حرف بزنه. تصحیحش هم نکنید، نمیگم تاییدش کنید باورهای عجیب و غریبش رو، ولی بهش این احساس رو بدید که همه چیز امن و امانه، ولی باید هم جلو خوردن ناخونش رو با موافقت خودش گرفت، هم حتی با فرض کنید پوشوندن یه مقدار شلوارهای خیلی خیلی تنگ که ارتباطش رو با بدنش کم کنه یا یکمی ضخیم باشه اون رو به حداقل برسونید، و این که نمیدونم نکن یا جلوه بقیه زشته اینا اونقدر کار نمی کنه. باید یه راهی پیدا کنیم که یه امنیت و آرامش پیدا کنه، که من فکر کنم به همین جور است که یک شش ماه دادن یه آرام بخشی با موافقت روان پزشک، نه پزشک عمومی، روان پزشک، من خاطرم آسوده باشه، تصمیم و تشخیص درستی هست بتونید به نتیجه برسید، ولی موضوع رو جدی بگیرید، ولی با بقیه مردم و دیگران راجبش حرفی نزنید و صحبتی نکنید. درباره بیماری و نمیدونم مرگ و طلاق و اینا هم اصلا حرفی نزنید، که مریض شده مریض شده، که مرده مرده، اصلا موضوع تو خونه مطرح نشه، برای که اون همه اینا رو یه نوعی به خودش و به خانوادش مرتبط میکنه، چون درست از همون منطقه قیاسی بچه ها تو این سن و سال برخورداره.